خانم سعادت حسینی فعال مدنی از روم با ما همراه هستند. خانم حسینی سلام، وقت شما بخیر. عرض سلام دارم و همچنین عرض سلام خدمت شنوندگان برنامه اخبار شیعه. زنده باشید. خانم حسینی، در حالی که سازمان ملل و اکثر کشورهای جهان بر اهمیت آموزش دختران و زنان تاکید دارند، اما پیش چشمان همه دختران و زنان افغانستان حتی از حق اولیه آموزش محروم هستند. این نابرابری ها را چگونه ارزیابی می کنید؟ بفرمایید. متاسفانه این شرایط فعلی که ما در افغانستان شاهد از او هستیم، وضعیت واقعا ظالمانه نسبت به زنان هست. یک بخش کلی از جامعه یا نصفی از جامعه رو متاسفانه محروم کردن. چیزی رو که توقع میره از نهادهای ملی، نهادهای بین المللی، خصوصا قدنامه 325 شورای امنیت که در قسمت صلح و امنیت مطرح میکنه که از خانمها حفاظت باید صورت بگیره، و همچنین قطنامه دیگری که وجود دارد در قسمت از حمایت از زنان، روز بروز از جایی که وضعیت زنان در خاورمیانه خصوصا در افغانستان بهتر شود، متاسفانه با تصویب قوانین ها و قطنامه های مختلفی که نسبت به وضعیت زنان تصویب میشه، جنبه عملی یا وضعیت بهتر نسبت به وضعیت زنان ما متاسفانه نیستیم. مثلا قطنامه 242 شورای امنیت به خاطر تطبیق قطنامه 325 مطرح میکنه، قطنامه 2493 هم باز می تاکید میکنه که ما واقعی که سرای قطنامه 325 شورای امنیت هست این مسئله را دوباره مطرح میکنه. با وجود تمام قوانین ها متاسفانه ما شاهد از این وضعیت روز به روز بدتر شدن هستیم، و حتی حاکمان فعلی هم که در افغانستان هستن، اخیراً سرپرست وزارت معارف در مراسمی تاکید بر اهمیت آموزش عصری کرده و تاکید کرده که بدون آموزش علوم عصری و توسعه و دفاع کشور امکان پذیر نیست. بنابراین یکی از چیزهایی را که خود اونها هم متوجه شدن که اگر واقعا زنان اونها دیده بگیرن، بالاخره آسیب به کل کشور وارد میشه. بله خانم حسینی، بله. با وجود تقاضاهای مکرر جامعه جهانی و مردم افغانستان، چرا طالبان تاکنون پاسخ مثبت نداده است؟ خب ما متاسفانه شاهد کدام فشار واقعی بر این وضعیت نبودیم، کدام برنامه واقعا واضح نسبت به وضعیت حمایت از زنان نبودیم. فقط در حد یک اعلامی که آمدن اعلام کردن، محکوم کردن، اما آنچه که قوانینی که بوده باید تطبیق بشده متاسفانه نشده. ما امروز نگاه میکنیم روابط دیپلماتیک وجود داره، درسته شاید به عنوان یک حکومت یا به عنوان یک دولت نشناسن، اما تمام روابط دیپلماتیک وجود داره، روابط اقتصادی وجود داره، روابط تجارتی وجود داره، و هر کاری که دلشان میخواین انجام میدن، به صورت‌های غیر مستقیم حمایت میشن. به دلیلی که تا هنوز اونها پاسخگو نبودن، به دلیلی که اونها به اهداف سیاسی خود به صورت‌های روش‌های مختلف کشورها بر اساس منافع خود و ارتباطات خود دارن، ما حتی توقعی که از علما داشتیم که حداقل اونها یک مقدار بتونن از این وضعیت به نفع زنان حمایت بکنن، اونها هم می‌بینیم گروه‌های مختلف، حتی از نهادهای کنفرانس بین‌المللی می‌بینیم که ارتباط دارن، سفرهای مختلف از بعضی از علما در کشور افغانستان شاهد از هستیم، و هیچ دلیلی نمی‌دونه چون داره به اهداف دیپلماسی خود خواهی دیپلماتیک خود خود داره میرسن. تا زمانی که قوه فشاری بر اونها نباشه متاسفانه وضعیت همچنان وجود خواهد. ادامه وضعیت کنونی و محدودیت آموزشی و کاری زنان و دختران در افغانستان در کوتاه مدت و بلند مدت چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟ خب موضوع اولی که مستقیما از لحاظ روحی روانی هم زنان ما و هم خانواده های اونها آسیب میبینن، همه افراد افسرده و همه افراد غمگینی روبرو خواهند بود و افرادی که نتونن تصمیم های درست بگیرن، و در طولانی مدت ما شاهد از بین رفتن سرمایه انسانی،
خصوصا در بخش زنان هستیم که اونها بالاخره بنا به حوادث طبیعی جان خود خود از دست میدن یا بالاخره بنا به مشکلات نمیتونن خدمات رسانی بکنن. تا زمانی که ما زنها رو نداشته باشیم باعث فلج شدن تمام کشور در تمام عرصه‌ها نسبت به بخش زنان هم خواهیم شد و همچنین نسبت به کل کشور که آسیب جبران ناپذیر را وارد میکنه. بله. در طولانی مدت خصوصا چیزی که خیلی زیاد تاثیرگذار هست زن توانمند، زنی که از لحاظ حقوقی آگاهی لازم داشته باشه میتونه در تصمیم گیری های کلان کشوری هم زنان خوبی و فرزندان خوبی تربیت بکنه و هم پشتوانه بسیار قوی برای مردان باشه. ممنونم. در صورت یک کشور مساوی با رکود و فلج شدن رو بود. ممنونم. خانم سادات حسینی فعال مدنی از روم با ما همراه بودند.